نسل رپ قسمت 33. در این قسمت به حاشیه های اخیر رپ فارسی میپردازیم. یکی از حواشی مهم اخیر رپ فارسی پخش ترک صبح زور شب از حسین بود که به نوعی با این ترک چند نفری رو دیس کرد که در این بین هیچ کس رو به طور مستقیم مورد حمله قرار داد. صبح زور شب من یه رول برف مسیرم اینه و هیچ چیزی نداره فرق کبوری رنگی پشتش مومده تو تو برینی هم برشتش مومده سفار سر نوشتم کجا نمیدونم یه جا نمیمینم یه باک پورت دارم یه راک پورت پیشه تمام لحظه هم دنبال اکسیژن و جای آزاد روزام هم جای بازار یه طور دیگه شب میشه میخونم پشت خواست کلاس سرگیجه با کولی به پول نمیدم زوری به کول نمیدم اسباب شیرینی یه روزی یه قول نمیشه فهمیدی یا نشه کارکی دولته تصویری هاشم تا ماش تو قربته با سمگم بفهمی محکم ببندی کمره دوتا که نشی گوسفند قبلی سلخیت میکنن تلخراش سیبیل کشوراش میگیرن جل برات با شاخ گل سوخته روی سنگ قب میشی مور سوخته جنگ نرمه ولوم. اما پخش این ترک با یک سری نکات جالب همراه بود. یه سری از نکات جالب این ترک این بود که اولا بیخبر ترک پخش شد، دوما ترک تقریبا طرفای ساعت 3 صبح به وقت تهران پخش شد با اینکه بدون اطلاع قبلی بود و بسیار دیر پخش شد، اما استقبال بی‌نظیری از این ترک شد. البته سروش چند روزی ساکت بود و در مورد این ترک حرفی نزد، اما بعدتر اعلام کرد که برای پاسخ روی یک ترک به همراهی اشکان فدایی داره کار میکنه که البته قرار شد بعد از پخش آلبومش به اسم مجاز اون ترک رو پخش کنند. یکی از خبرهای مهم ویدیوی ترک منتظر از عرفان بود. این ترک که به همراهی سوگند ضبط شده بود در ویدیو کلیپ حضوری از سوگند دیده نمی شد. این ویدیو کلیپ ساختار کاملا متفاوت و جذابی رو داشت، اما متاسفانه به دلیل طعم سیاسی که در متن این آهنگ حضور داشت، بسیاری از شبکه‌های پخش موسیقی ایرانی از پخش این ترک خودداری کردن و بسیاری از سایت‌ها هم اون ویدیو کلیپ رو روی صفحه اصلیشون قرار ندادن. امرو عمامه یه رو بوده تاج به جاش، انگار چنار رو بکنی یا بکاری کاج به جاش. اما طبق معمول طرفدارای واقعی این صف با به اشتراک گذاشتن این ویدیو کلیپ حمایت و علاقه خودشون رو نسبت به این کلیپ نشون دادن. لابودینم قسط ماست نزول وام بابا هامون از انقلاب، مبادا لبامون بشه مثل پسته باز نباشه اعتراض خفش بره پی اسکناس. اما بعد از اون ویدیو کلیپ ترک چم تو گله کن هم از عرفان به همراهی برادران نخاولی پخش شد. الان دوری اون بره آبی اینجا نور زده اونجا تا خوابی، چرا بیداشم دنیا رو بیخیال اونجا راحتم اونجا تا بامی، هرچی من ازت دورتر میشم دقیقا بی تو زودتر میرن خاطره های شکست خوردتر میشم، منم خورده خورده خون سرد میشم ولی خواب ندارم چون تو نیستی جا تو نمیتونه پر کنه چون که هیشکی با اینکه همش تقصیر تو خواب نمیرم تا که هوا گرگو میشنی درگیر قرص و ویسکی دور همه مستن و پر فرشته است، نمیخوام من جز تو ویسکی نمیخوامشون تا که خود بهش هست. صدا تا میشنوم گاهی تو خوابای پریشونم. اما یه خبر دیگه بهتون بدم از کمپانی پایدار. احساست رو میدونم. سوگند چند روزیه که پیش عرفان رفته، مدتی رو در دبی سر کردن و حالا در گرجستان مشغول ضبط یک ویدیو کلیپ فوق‌العاده هستن. به نظر میرسه که چند تا ترک هم با همکاری این دو نفر پخش بشه. یک ترک خیلی خوبم از علی اوج به اسم افسردم روی بیت پرهان سزار پخش شد. یه جورو
جایی افسردم از خودم ناراحتم، نمیخوام بشینم مست کنم، سر کنم روزامو با گول زدن خودم، بگم که همه چی خوبه زود بغلت کنم. آره شدم یه عصبی عوضی، یه کسی که بعد از این کسی نمیتونه جاشو بگیره. آره این میپاپ لعنتی کاری کردش که بگم از این زندگی یه غم انگیز بس دیگه، مغزه میگه برم جلو همه چی رو خورد کنم، یه بمب ببندم به خودم و همه چی رو پوت کنم. آره همه میگن که از خودم دور شدم، دیگه اون آدم قدیمی نیستم و خورد شدم. شرایط خرید این ترک هم اعلام شده، دوستانی که فرهنگ و تواناییش رو دارن خواهشن حمایت کنن. اصلا تو برنده من بازنده شرمنده، اما قبل از پخش این ترک هم یک ویدیو از علی اوج پخش شد، ویدیوی ترک دنبال کاغذ که به همراهی دیو ضبط و پخش شده بود. که همراه من خطرناکه، ساتورجی باشون و عدم بد اخلاقن، اگه نشناختی نه یا نه معرفی کنم، جادوگران جریانن، الانم افتادیم دنبال کاغذ میخوام بانک بزنیم. این ویدیو کاملا تم هیپاپی داره و یک روز کاملا هیپاپی علی اوج رو به نمایش گذاشته. مثل پرگارم دور خودم میچرخم و هم مالم، نه مثل اونا نیستم که دنبال درد و فن و علافم، دو شما ها فرق دارن، همه هر کتم افکارم، رسیدم به جایی که با سبزی ها رو بشمارم، به جایی که بشینم و بکشم و فس باشم، میخوان که تخم جنگ و توی هیپاپ بکارن، همه میخوان دویل کنم با منگار تو چک سازن. یه خبر خیلی مهم هم از رضا پیشرو پخش شد. رضا داره روی ویدیو کلیپ ترک کلافگی کار میکنه. این ترک انصافاً یکی از تکنیکی ترین ترک های امسال بوده و واقعاً جز برترین ترک های امسال بوده. رسیدم نقطه جوش، میخوام برم به یه نقطه دور، چه نخورم قصه پول مثل آدم های بزر پوچ، بخورم قصه روانی، برم تو شرک و پرش سواری، خانم بازی کنم، شب و مست کنم، پولم و خرج دافو بنگ کنم، دیگه حتی نمیترسم و مونو آتا آدم ها رو نمی کنم، هنوزم احساس خودم رخیقه، اما اونا فکر می کنن که بی جنبه هم، مونو مخونم و میذارم بیرون و بیشتر از درد مغزم، اجازه نمیده کنار دشینه مثل من ترسک ازم می ترسم، من هم اجازه نمیدم وارد حریمم بشم، من واسه تو غریبم پسر، تو دنبال من میگردی و منم دنبال یه مشعیق از تخت، من دنبال عادی بودنم، رفیقا میخوانم از خاکی بودنم، فکر خدافزی از این رپ لعنتی میزنه گاهی تو سرم، کلافم با حرارت بدنم به تو میدم علومت. به نظر میرسه خیلی ها از جمله علی اوج و شاهین فلاکت هم در این ویدیو کلیپ حضور دارن. یک مجموعه کوتاه هم به اسم رنگی از رز و با لیبل دیوار پخش شد که آهنگسازی این آلبوم ای پی بر عهده آتور و مزراب بوده. داریوش هم از لیبل پلاک در یکی از ترک های این آلبوم حضور داره. حواسم جمع، سوادم کم، روبروی این پهنا کیهان، زندگی و بچگی و خستگی و عشق و وابستگی و دنیای پنهان، دوری ازم به هم نزدیک، بزرگترینی بی تردید، زمینمون دور ستاره چرخید، حیات تو بازی تفریح، پاس بده بزنم گل لب باغچه، لیوان آب خالی روی تاخچه، چهار فصل اون بیرونه، اینجا هم ایرونه، ایرونم میمونه. اما یه ترک خیلی خوبم از محمد تیدی به همراهی سپر خلصه پخش شد. این ترک هم واقعا جز بهترین ترک های امسال بوده. دیگه گذشته روزگار سیاه و این نفع زندگی دو مال تو میاد، برگای زردش و پاییز میره جای برفای سرد تو خالی، نمیشه با هر فنی خواب پر رنگ شده همه کم رنگی ها، پس یه آدم جدید باشون، هرچی که میخوای همینجاست، جایی که یه عمر متلشی، بی غم و بی ساعت و اغلبه ای، بس لخن بیا خلصه، سر برو نیستی و رو به راهی، این دوده و ست چه خوب دای، یه گوش جایی این دنیا میخوایی واسش یه عمر متل کوچه هایی، اوضاع منم قدیم همینه، مثل قافیه شدم بغلیم ردیفه، نزنیم پریده عقبیم همیشه، اسرائیل قبل پی نبریم کنیمه، میگیرم فکرامو ازم، تو دخترامو الهامو غزل، ندارم است جنگیدنم، ما هر شب میکنم پیکارو بغل، توی مخ تو هم ترافیک شدید، نشستی به فکر ترایی که زدی، که چرا میره سری عقرب، هر دفعه میگردی دنبال یه جا دیگه، ولی
ترک سخت میگذره هم از لیتو به همراهی جی جی و سیجل پخش شد. اینجا همه منو میخوام میگم با من جا میام ولی بازم میگم نرو چون میدونم اپلو مگه بری بعد چند روز تو هم برام غریبه ای دعوا همونم بود فقط دقیقه ای ترجی دادی اونو به من نرو بعد سلیقه گی آه شیرین مثل بیلیزی یه تلخی داری حیف نیستین سر میخوردیم با هم چون که دنیا بودش خیلی لیز زمین خوردیم آخرش سخت خیلی باورش میگفتی معروفی و لیتو هرچی خواسته دارتش. حالا که این ترک رو گفتیم بهتره که یک مقدار بپردازیم به خبرهای گروه زدبازی و اعضای این گروه. جی جی توضیحات مختصری داد در مورد پخش یک آلبوم به اسم پیر شدیم ولی بزرگ نه، که ظاهراً این آلبوم خارج از فعالیت‌های گروه زدبازی خواهد بود. هنرمنده اصلی این آلبوم علیرضا جی جی، سیجل و نسیم خواهند بود. و اما در این آلبوم بهزاد لیتو و کورنلا هم حضور خواهند داشت. وقتی نیستی برام وقت بیشتره، همه آسون دورم ولی سخت میگذره، نه نمیگم تفریم کمه ولی خسته میشم من از این همه، نه رفتی واسه کیف پولش یا واسه تیپ خوبش یا نظری به هوشش، آدم خوبی بود و تمیز بود لیف دوشش، بازی کردیم خوب رولمونو کرکتر خونمونو ندادیم فیلم و طولش. اما پخش این خبر هم با حواشی زیادی همراه بود. از صفحه سیجل همراه با پخش خبر آلبوم به این هم اشاره شد که رابطه اعضای گروه بالا و پایین داره، اما گروه سر جاش. ست دختر بودم رو هم رفته، واسه اینه دیگه رو هم رفته، سه نفر جدید تو هر هفته، یه نفر ولی اومد رفتش، عوضم کرد مثل پوشک بچه، منو میشناخت دور از صحنه، خسته میشدم من زود از دستش، واسه همینه دادم زود از دستش. یکی دیگه از خبرهای مهم این مدت باز شدن دوباره صفحه فیسبوک زاخار اصلی یعنی سهراب امجی بوده، که یک روز قبل از طریق صفحه علیرضا جی جی این خبر اعلام شد. ما سلطان دو هم توی قول داره بود دورم افتاره تور ولی آزاد شده من دوباره زود پیشتی تو تی ایچ سی انقدر باس بکشی که بیهست چی فشارت بره سری پایین تر بزن آبغم ولی بازم چشا قرمزه منو هیچی هیشکی اینجا آدم نکرد تو بدترم پس اصلا با من نگرد این طرف های سری قربونی میشن که حلقومی میدن همش قربونم میرن یه سرم شهر بپا میکنم ولی من مثل تنور داغم زبون بازم مغزو میزنم بعدم کله پا میکنم و رد پانی دورم چیه توشیدی نفر واسه همین تو هنو خوش میدی فر کل جای شهر میریزن گل به پای من کردیم گنده ها رو خم بعد همه قله ها رو فر چون من فرمانده میزنم تو سرت آخه منو میبینی نو کنگوش رو سرت باشه اگه جواب پس بدی چی؟ باید کلاخ پر بدی. مستند گروه زدبازی هم به نظر میرسه که تقریبا آماده است و در ژانویه 2014 پخش خواهد شد. در این مستند مهمان‌های ویژه‌ای از جمله حامد حدادی، نیما بهنود، لیلی رشیدی، رضا پیشرو، عرفان و چند تن دیگه حضور دارند. یک خبر تصویری هم از یاس پخش شد که توضیحاتی بود در مورد همکاریش با تکناین. این همکاری تقریبا 7-8 ماه پیش اصلا کلن ترکش تموم شد، یعنی آهنگ شما ریکورد کردیم و تموم شد. منتها قضیهش این بود که سر ویدیوش یه مقداری از ویدیوش همون موقع گرفتیم و بعد از اون دیگه تکناین رفت توی تور آمریکا، داخل آمریکا. این بود که دیگه یه ذره داستانش به تعویق افتاد و با هم جلوی شما بدقول شدیم، ولی تا چند روز دیگه این تور تموم میشه و دیگه ما میریم سر داستان اصلی و خلاصه ویدیو رو هم میبندیم یه پکیج بدیم بیرون که دیگه میدونی هم آهنگ هم ویدیو با هم دیگه بیاد بیرون. With the music we kill hate then we design applause. Everybody could mend the gap just take a look at Tech 9 and Yas. ترک بگو سلام تهران هم از گروه تنبه ده پخش شد. این ترک واقعا سوال خوبی رو داشت. سلام به بچه های پایین اونا که واسه همه خاکی هن. سلام به بچه های بالا اونا که از زندگی راضی هن. سلام به آسمون دودی، سلام به چراغای قرمز، سلام به برج میلادی که هیچ جای دنیا نیمسته. سلام تهران تو دنیا هست شد باشه گروه.
بگو سلام تهران، بیا اینجا با ما باش، بگو سلام تهران، بگو زندگی خوبه، بگو سلام تهران که با تو زنده میمونه، بگو سلام تهران. از بیگرس هم یه ترک جدید به اسم مثل هم پخش شد. سلام صبح خیلی امروز و خوبم، کاش من از اون دل سوزا بودم که میگن این زندگی دو روزه، حد دنبالش کن و نزار دلت بسوزه. اگه میبینی که نیستم این دورو برا با خودم دیر میگذره روز و شبام، بگو چی بگم از فردا که میاد، میدونم پیل دلش بروانه میخواد. اما مهمترین خبر این هفته که مثل بمب ترکید خبر آزادی صادق بود. از همینجا به تمام طرفداران کاغذ تبریک میگیم و به خود صادق هم خوش آمد دوباره میگیم. زخمارون آثارشم که باعث شدن من آزاد بشم، عاشقم عاشق اون بالا سری، اون که تنها با ما پرید و هرزگی نکرد، واسه من این که بندگی نکرد. دست دست سردم بذار پشت دنیا، هر شب بخواب رو به دالتون، بد بگاز و بد بگو دنیا با من بساز، یه نخفر یه لبخند یه شب سک یه وقت پرد، زندگی همین جوری گذشت و من یاد گرفتم بفهمم. میگم من مست هر شب بدنک میدم، پریخت بودن شب بتنم، از جورو بزن لح بزنم، دشت رو بر باز از من بخنم، یاد گرفتم آدم نباشم، خیلی غیر باور نباشم، سختم از با زندگی کنم و اهل این شب بهم نمیخورم. اما مدت زیادی طول نکشید که بعد از پخش خبر آزادیش، خبر جداییش به طور رسمی از لیبل کاغذ رو اعلام کرد و گفت که این تصمیم تنها به دلیل شرایط شخصیش هست و هیچ ارتباطی به دیگر اعضای گروه نداره. یک میکس تیپ هم از تهم به اسم اتل متل پخش شد. گاهی وقتای حرفه یا که یه کلمه، یه زخم خوش شده است تا که بکنمش، یه بازیه که دلش نمیخواد ببرمش، یه دلقکه که دلش نمیخواد بخندمش، دختر بدکار است به چی فکر میکنه، خیلی یا نمیدونن که هنوز به چی فکر میکنه، نداره کنترل، نه نداره کنترل، میگیره تون تو پل کامو ازت تون تون، رولا رو عوض میکنه میزنه رکب به تو. خیلی با ما تنها از طریق صفحه فیسبوک نسل رپ و ایمیل نسل رپ@gmail.com در ارتباط باشید.